عزم کردم که وقتی صحبت از قصاص میشه، قصاص در واقع مبانی فقهی داره و در مورد شکایت خصوصی افراد هست و شاکی خصوصی داره. وقتی در یک پرونده تمام قد یک حکومت پشتش وای میسته و حتی از اولیای دم هم جلو میزنه، در واقع باید بگیم که اینجا حتی انتقام خصوصی هم دیگه نیست، یک انتقام حکومتیه و به شکل جمعی و دست جمعی داره اتفاق میفته. اما در مورد پرونده، چیزی که بسیار مهم است و من رأیو که دیدم در واقع باز هم مثل هر بار ترقی معکوس قوه قضاییه رو دیدم و شگفت زده شدم، جایی است که از نظر شکلی وقتی شما پرونده به یه شعبه ارجاع میشه، خب ما میدونیم که تغییر شعبه میسر نیست و حکومت چون میدونه که نمیتونه این کارو بکنه، ما در دادگاه های انقلاب خودم به شخص شاهد خیلی از پرونده ها بودم، چون نمیتونستن شعبه رو عوض کنن، در واقع مستشارانی یا افرادی رو به شعبه اضافه میکردن که پیشتر در این پرونده نبودن، نقشی نداشتن، اطلاعی نداشتن و حتی در مقاطعی کسانی در واقع اومدن در پرونده دخالت کردن، رأی دادن که حتی حقوقدان نبودن و حتی قاضی به معنای کلاسیک نبودن. در اینجا هم دو مستشاری که این رأی رو امضا کردن کسانی هستند که دقیقه 90 اضافه شدند و تصمیم مقامات امنیتی رو به عنوان ماشین امضا اجرا کردند، وگرنه خب خود قاضی اصلی به عنوان رئیس شعبه با عنوان نظریه اقلیت در شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران رأی رو نوشته با عنوان نظریه اقلیت، که اگرچه رأی چون دو نفر مستشار تصمیمشون رو اعلام کردن، رأی میشه همون حکم اعدام برای 6 نفر بچه های یک باتان، اما نظریه اقلیت که میخونید بسیار دقیقه به لحاظ محتوایی، یعنی هم گزارش مرجع انتظامی رو ملاک عمل نمیدونه چون اقرار باید نزد حاکم یا نزد قاضی باشه، دوم اینکه پزشک و اقرار افراد علیه یکدیگر هم معمولا ملاک عمل نیست، چون این اقرار متهمان علیه یکدیگر بیشتر در مقام ادعاست، اقرار باید علیه خود باشه که ملاک باشه، اونم در نزد قاضی نه در سلولهای انفرادی یا در مراجع انتظامی. و نکته سوم این که نظریه پزشک قانونی علت در واقع کشته شدن رو ضربه به سر اعلام میکنه، در حالی که در بسیاری از این ضربات و مشارکتی که ادعا شده در بازجویی‌ها در فرض اینکه آزادانه بوده باشه، نهایتا مشتی چیزی به بدن بود که به سر نبود. معلومم نیست که چه کسانی به کدوم موزه از بدن رو زدن که بشه مشارکت در قتل عمدی رو در این پرونده اثبات کرد. به همین دلیل تمام این استدلالا باعث شد که رئیس شعبه متاسفانه به عنوان اقلیت مجبور شد نظریهش رو بنویسه، این استدلالای دقیق حقوقی رو با همین قوانین نیمبند جمهوری اسلامی بنویسه و در نهایت برای 3 نفر دیه و حداکثر حبس 5 ساله در نظر بگیره، 3 نفر هم براءت بده بر اساس ماده 4 قانون آیین‌دادی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی. برای اینجا زاویه دید چه به لحاظ شکلی چه به لحاظ ماهوی، رفتاری که اینجا انجام شده توسط اون دو مستشار به نظر میاد هیچ ربطی به موازین حقوقی حداقلی خود جمهوری اسلامی هم نداشته. به جز این مواردی که شما گفتید و توضیح دقیق دادین درباره ایرادهای حقوقی این پرونده و رأیی که صادر شده، قبلا گزارش‌هایی هم منتشر شده بود از شکنجه متهمان این پرونده در بازداشت و میشه حد زد که حالا با سابقه ای که از جمهوری اسلامی میشناسیم اعترافاتی از اونها زیر شکنجه گرفته شده باشه. این در شرایطیه که بنابر قوانین پر ایراد فعلی جمهوری اسلامی هم شکنجه ممنوعه، درسته آقای دهقان؟ 100% خانم وحیدی‌زاده شما خیلی دقیق گفتید، ما هم اصل 38 قانون اساسی رو داریم که شکنجه رو ممنوع میدونه، غیر قانونی میدونه و کسانی که شکنجه رو مرتکب میشن برای اخذ اعتراف مجرمن و در قانون مجازات اسلامی برای این گونه افراد هم تعلیق و انفصال از خدمت در نظر گرفته شده، هم مجازات حبس پس از محاکمه. اما اگر میبینید در این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری باز هم شکنجه واقع میشه و اعترافات اجباری در سلول‌های انفرادی اخذ میشه، دلیلش حداقل به نظر بنده این هست که در تمام این سال‌ها مرتکبین به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، چه به عنوان ماموران امنیتی، چه به عنوان ماموران قضایی، چه به عنوان بازجو خبرنگاران، نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفتند، بلکه تشویق شدند و ارتقای درجه پیدا کردند و امتیاز گرفتند. ما با این روندی که میبینیم طبیعیه که نتونیم ببینیم حتی یک مورد از ماموران و آمران شکنجه با وجود اصل 38 قانون اساسی
تحت تعقیب قرار بگیرن. وقتی تحت تعقیب هم قرار نمیگیرن، طبیعی که این روند باز هم تکرار میشه. اما از طرف دیگر اصولا اقرار همیشه نزد حاکم مهمه، میگن عند الحاکم، و از طرفی اقرار در نزد حاکم یا قاضی در دادگاه علنی در پرونده سیاسی ملاکه، بله. نه در دادگاه‌های غیر علنی که تازه همونجا هم قاضی با وجود اینکه در پرونده‌هایی که مجازاتش در نهایت سلب حق زندگی افراد هست، موظف همین که شهروند سیاسی، در اینجا شهروندان متهم، در بچه‌های اکباتان، همینقدر که متهمان اعلام می‌کنن که تحت شکنجه اعتراف کردن، قاضی موظف اون اعترافات و اون اقاریر رو ایگنور کنه، بهش توجه نکنه و دستور تحقیق مجدد بده. وقتی قاضی این کارو نمیکنه، البته ما از این قضات و این مستشارانی که به این شعبه اعزام شدند و تحمیل شدند توقعی نداریم که ذات نایافته از هستی بخش که توانت که بود هستی بخش، اون اصلا برای این ماموریت اومده. اما اصولا قضات با حداقل وجدان و شرافت قضایی، که اتفاقا تصادفا یکی از مستشاران اسمشون شرافتیه، ولی خب که این رأی غیر قانونی ظالمانه رو داده، اما خب از مفهوم نامش فامیلیش هم به دوره، برای اینکه کاری که این فرد و افرادی از این دست میکنن اینه که اصولا کاری ندارن که این افراد در مراجع انتظامی آگاهی زیر شکنجه چه اعترافاتی کردن. همین بس براشون مهمه که ضابطان قضایی امنیتی چه چیزی روی میز میذارن و مقامات بالادستی امنیتی چی ازشون میخوان، اونا میشن ماشین امضا. من فکر میکنم، من رأی خوندم و بسیار بسیار متاثر شدم، البته همکاران خوب ما قطعا فرجام خواهی خواهند کرد و احتمال شکستنش هست، اما وقتی رأی رو میخونید به نظر من نظر اقلیت یعنی رئیس اون شعبه آموزنده است. اگر ببینن دوستان و حتی محققین این رأی رو بخونن، نظریه اقلیت رو وقتی رئیس شعبه میده، غیر از مسائل حقوقی دقیق و سیاسی، آموزش میتونه باشه برای کسانی که میخوان پرونده های از این دست رو دنبال کنن، با اینکه رئیس شعبه هم مجبور بود در نهایت 5 سال حبس و دیه رو بده، اما استدلالاش بسیار دقیق که من فکر کنم برگرفته از لوایح دفاعی همکاران وکیل ما باشه. آقای دهخان، وقتمون خیلی کمه، اما در همین ساعتی که این خبر منتشر شده، بسیاری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتن جمهوری اسلامی به دنبال انتقام‌گیری هست از معترضان اعتراض‌های سراسری سال 1401. میخوام نظر شما رو بدونم. 100% با این دست از کاربران و هم شهروندان موافقم، به این دلیل که یادمون باشه ما در آستانه سالگرد آبان خونین سال 98 هستیم و احکام اعدامی که این روزها یا صادر میشه یا اجرا میشه دقیقا احکامی است که با هدف ارعاب در سطح جامعه است، چه احکام اعدام وریشه مرادی یا شریف محمدی که فردا در دادگاه در رشت انجام میشه که اون هم نقض قانون مسلمه، چه در مورد حکم بچه های اکباتان. اتفاقا من معتقدم انتقام حکومتی به شکل انتقام جمعی جایگزین قصاص فقهی شده، که قاعدتا انتقام خصوصی ما با اون مخالفیم به خاطر اینکه انتقام خصوصیه. حالا بیاین در نظر بگیرید که انتقام حکومتی و جمعی داره صورت میگیره در آستانه سالگرد آبان، برای این پرونده در هیچ ابعاد حقوقی و شکلی و ماهوی به هیچ وجه بار قانونی نداره و کاملا سیاسی امنیتیه. تشکر میکنم از شما سعید دهقان، حقوقدان و وکیل در تورنتو کانادا.